احمد سعیدی بالاخره درباره ماجرای بازداشتش توسط پلیس آمریکا و علت این اتفاق صحبت کرد و پشت پرده اون کلیپ لو رفته از خودش رو افشا کرد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به این موضوعات صحبت می‌کنیم و صحبت‌های خود احمد سعیدی رو هم می‌شنویم. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال مین تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب یادتون باشه چند روز پیش یک کلیپی رو توی کانال قرار دادم که بازداشت احمد سعیدی، خواننده ایرانی، توسط پلیس آمریکا با یه رفتار خشونت‌بار و توهین‌آمیز رو نشون میداد که مشخص شده بودش احمد سعیدی رو دارن بازداشت میکنن و سوار ماشین پلیس میکنن. که اگه اون ویدیو رو ندیدید، لینکش رو تو قسمت کارت قرار میدم، حتما اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. اما تو این چند روز علت بازداشت احمد سعیدی اصلا مشخص نشد و خودش هم نسبت به این ماجرا واکنشی نشون نداد و همین هم باعث شدش که خیلی از طرفداراش نگران احمد سعیدی شده باشن. ولی خب احمد سعیدی بالاخره خودش نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و صحبتایی رو در این باره انجام داد و گفت اون ویدیوی واقعی نبود و به درخواست یکی از دوستاش قرار بود یه سکانسی در یه فیلم مستند بازی بکنه که هدف فیلمم نشون دادن رفتار نژاد پرستانه با خیلی از ایرانی‌ها بعد از مهاجرت بوده. که بریم با هم صحبت‌های احمد سعیدی رو بشنویم. من اولین فرصتی که پیدا کردم که بتونم در موردش توضیح بدم، همونطور که می‌دونیم این قضیه نژادپرستی حداقل برای اکثریت کسایی که مهاجرت کردن حداقل یک بار اتفاق افتاده و برای خود من هم چندین بار اتفاق افتاده، ولی از اونجایی که احساس میکنم اتفاقی که برای من افتاده خیلی تلختر و بزرگتر بوده، به خصوص که به ملیتم، به مملکتم و به مردم کشورم توهین شده. و خب یک دوستی که داستان رو میدونست از من خواست که توی یه داکیومنتری، یه مستندی که داشت درست میکرد بازی کنم، که البته بعد از اینکه بازی کردم، وقتی که فیلمو دیدم احساس کردم که دوست ندارم توی اون شخصیت دیده شم و قرار شد که اون قسمت رو حذف کنن از مستندشون. ولی خب حالا به چه دلیلی و یه نفری شاید حالا شیطنت کرده و این قضیه پخش شده، به هر حال من خیلی متاسفم اگه کسی رو ناراحت کردم یا این فیلم در واقع کسی رو ناراحت کرده. یا خب دوستان نظرتون چیه؟ به نظرتون کل این داستان رو یه حاشیه سازی نبوده که خود احمد سعیدی رو انداخته که یکم اسمش رو سر زبون‌ها بندازه؟ توی ویدیوی قبلم که من منتشر کرده بودم، بیشتر دوستانی که اومده بودن کامنت گذاشته بودن اصلا احمد سعیدی رو نمیشناختن و اسمش رو هم نشنیده بودن، که همین نشون میده که احمد سعیدی تو کار خودش موفق بوده و تونسته یه حاشیه خوب و بدون دردسر رو برای خودش درست بکنه. البته بازم نمیشه قضاوت کرد، شاید هم واقعا اونطور که خود احمد سعیدی میگه هدفش کمک کردن به تهیه این مستند بوده و پخش این کلیپ کاملا ناخواسته بوده. شما نظرتون چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.